یه مسئله دیگه از قانون اول من حل کنم و انشاءالله بپردازیم به فصل بعدی درسمون که حالا توضیح میدیم قانون دوم هستش. میگه دو تا مخزن داریم A و B. A به صورت یک سیلندر و پیستون هست، و B یه دونه مخزن صلب و ایزوله. این هم مخزن B که صلب هست و ایزوله هست. این دوتا مخزن توسط یه دونه شیر به هم وصلن. مخزن B حجمش هست 0.3 متر مکعب و در اولش خالیه، هیچی توش نیست. مثلا پی یکشو بگیم 0. سیلندر آ غیر ایزوله هست، یعنی تبادل گرما باش میشه. حجمش در ابتدای کار وی یکش هست 0.15 متر مکعب و فشار هوا توش هست، هوا به اصطلاح فشارش هم هست 3.5 مگاپاسکال و دماش هم هست 20 درجه سانتیگراد. فنری که روی پیستون هست ثابتش هست 40 کیلو نیوتون به ازای هر متر و سطح مقطع پیستونم هستش 0.03 متر مربع. نیروی فنر رو هم خطی فرض میکنیم و شیر رو باز میکنیم تا فشار در مخزن B برسه به 1.5 مگاپاسکال. اون وقت شیر رو میبندیم. در حین این تحول چنان حرارت به سیلندر آ داده میشه تا دما توش ثابت بمونه. مطلوب است دما و جرم نهایی در مخزن B این سوال اولمونه. سوال دوم، فشار و حجم نهایی در سیلندر آ و سوال سوم، حرارت منتقل شده به ظرف آ در حین تحول. درچه؟ پس دوستان یه دور گوش بدن سوالو. یه سیلندر و پیستون آ رو داریم که
که توش در ابتدا هوا هست، حجمش هست 0.15 متر مکعب، فشارش هست 3.5 مگاپاسکال، دماش هم هست 20 درجه سانتیگراد. مخزن بیر داریم که ایزوله است، تبادل گرما باش نمیشه، در ابتدای کارم خالیه، حجمش هم هست 0.3 متر مکعب. حالا شیر رو باز میکنیم تا هوا جریان پیدا کنه به مخزن بی، تا فشارش برسه به 1.5 مگاپاسکال. در این صورت شیر رو میبندیم و فرض میکنیم چنان حرارت به سیلندر آ بدیم در حینه تحول که دما توش ثابت بمونه. میخواد بنویسیم تی آ ثابت. حالا سه تا سوال مطرحه. سوال اول، دما و جرم نهایی تو مخزن بی، فشار و حجم نهایی برای مخزن آ یا سیلندر پیستون آ، و اون حرارتی که گفتیم باید به سیلندر آ بدیم تا دماش ثابت بمونه چقدر هست؟ این هم سوال سوممون. خب مخزن بی رو الان دماشو میخوام چیکار کنم؟ بله آفرین. بله ما الان یه دوتا خاصیت باید داشته باشیم قاعدتا دیگه. یه خاصیت فشاره که داریم، اگه قانون اول ترمودینامیک رو بنویسیم به اصطلاح، یه خاصیت دیگه برش به دست میاد، اون موقع اون وقت میتونیم با دوتا خاصیت به اصطلاح هر خاصیت سومی من جمله دما رو به دست بیاریم. البته حالا حواسمون هست که با هوا سر کار داریم دیگه، حالا میریم جلو ببینیم چی میشه. خب قانون اول ترمودینامیک رو می‌نویسیم. خب این B یک حجم کنترل دیگه، چه جوری داره کار میکنه؟ خب چه جوریه؟ یک نواخته دیگه، درسته؟ پس می‌نویسم QCV به علاوه زیگما ام آی در اچ آی به علاوه وی آی به توان دو دوم به علاوه جزد آی مساویس با زیگما ام ای در اچ ای به علاوه وی ای به توان دو دوم به علاوه جزد ای به علاوه ام دو در یو دو به علاوه وی دو به توان دو دوم به علاوه جزد دو منهای ام یک در یو یک به علاوه وی یک به توان دو دوم به علاوه جزد یک و به علاوه دبلیو سی وی. خب خود صورت مسئله گفته بود تبادل گرما به مخزن بی نمیشه، پس کیو سی وی صفره. هیچ جرمی از حجم کنترل بیرون نمیره، فقط داره بهش وارد میشه، پس این زیگما ام ای حذف میشه. در ابتدای کار گفتیم خالیه، هیچی توش نیست، پس ام یک صفره، پس این هم برابر با صفره. حجم کنترلمون کاری انجام نمیده، پس دبلیو سی وی صفره. از تغییرات انرژی سینتیک و پتانسیل هم که به هر صورت صرف نظر میکنیم، حالا تغییر انرژی سینتیک که نداریم، پتانسیل هم خیلی فرق نمیکنه و یه دونه ورودی هم بیشتر نیست و نهایتاً میشه ام آی اچ آی مساویس با ام دو یو دو. قانون پیوستگی هم برش بنویسیم، ام دو منهای ام یک به علاوه ام ای منهای ام آی مساوی با صفر بود،
ام یک صفر، ام ای هم صفره و ام آی برابر با ام دو میشه. در نتیجه از رابطه بالایی یو دو برابر با اچ آی هستش. خب اگه سی پی صفر و سی وی صفرش رو ثابت فرض کنیم که این کار رو میکنیم معمولا، اچ برابر با سی پی صفر تی هست و یو برابر با سی وی صفر تی هست. پس از اینجا سی وی صفر ضرب در تی دو، درسته؟ سی وی صفر ضرب در تی دو برابر با سی پی صفر ضرب در تی آی میشه. در نتیجه تی دو برابر میشه با سی پی صفر تقسیم بر سی وی صفر ضرب در تی آی. سی پی صفر تقسیم بر سی وی صفر رو اینو حالا تو دو فصل بعدی دو مرتبه به عنوان یه به اصطلاح خاصیت تعریفش میکنیم، میگیم نسبت حرارت مخصوصا در اصل. خود سی پی صفر یا سی وی صفر میشه نسبت حرارت مخصوص ها که تو کارهای ایرودینامیکی به گاما نشونش میدیم، منتها تو کتاب به کا نشون داده. تا حالا ما برای که باش عادت کنیم همون گاما نشون میدیم، فرق نمیکنه. این گاما که حاصل سی پی صفر روی سی وی صفر هست، اگه سی پی صفر و سی وی صفر ثابت باشن گاما هم ثابت میشه، اگه تابعی از دما باشن گاما هم تابعی از دما میشه. حالا اینجا ما ثابت فرضش کردیم، پس میشه گاما تی آی که گاما برای هوا 1.4 اینا تو جدولم حالا به دست میاد. حالا خود سی پی صفر و سی وی صفر هم که ببینیم به هم تقسیم کنیم همون 1.4 میشه. پس میشه 1.4 تی آی یعنی 1.4 ضرب در چقدر؟ 293 میشه 410.2 کلوین که معادل 137.2 سانتیگراد میشه. درست شد؟ این سوال اولمون که دما رو خواسته بود. خب تو همین سوال جرم مخزن بیرم در انتهای تحول میخواد چجوری دست بیارم؟ معادل حالت گاز کامل رو مینویسم، میگم پی وی مساویس با ام آر تی، برای بی دارم می نویسم بیشه پس پی بی دو ضرب در وی بی که فرق نمی کنه مساویس با ام بی در حالت دوم آر تی بی در حالت دو. خب فشارمون هستش 1.5 MPa، پس میشه 1.5 × 10^6 پاسکال. وی بی 0.3 m³ مساویس با ام بی دو ضرب در آر که هستش 287.400 J بر کیلوگرم درجه کلوین ضرب در دمامونم که شد 410.2. از اینجا ام
بی دو برابر با سه ممیز 82 صدم کیلوگرم به دست میاد. این سوال اول ما که قسمت آ بود میخواد بالش بنویسیم اینجا. خب تو قسمت B میپرسه فشار و حجم نهایی در مخزن آ. خب طبیعتاً وقتی من شیر رو باز میکنم هوا جریان پیدا میکنه میره تو مخزن بی، خب پیستونمو میاد پایین، فنر باز میشه و فشار روی به اصطلاح هوا در داخل سیلندر و پیستون میاد پایین، نیروی فنر کم میشه دیگه. ضمناً پیستون که میاد پایین حجممون هم کم میشه، درسته؟ ولی این دوتا هر دوتا تابع از طولی هستش که فنر داره باز میشه یا پیستون داره میاد پایین. قبوله؟ خب پس من این دوتا رو، هر دوتا رو میتونم بر حسب طولی که داره فنر باز میشه بیانش کنم. حالا به دستش میارم هر دوتا رو. اگر فرض کنیم فنر به اندازه L باز بشه، اون وقت حجممون، ارتفاعمون در اصل به اندازه L کم میشه. خب ارتفاع حالت اول داریم دیگه، چه سطح مقطع پیستون رو داریم، حجممون هم داریم، میشه 5 متر، درسته؟ 15 صدم تقسیم بر 3 صدم میشه 5 متر. ارتفاع حالت اولمون 5 متره، به اندازه L کم میشه، خب حجممون میشه 5 منهای L ضرب در 3 صدم و فشارمون هم میشه فشاری که در حالت اول داشتیم منهای نیروی فنر که به ازای هر متر 40 کیلو نیوتن داره کم میشه ضرب در Lش که بکنم میشه اینقدر نیوتن از نیروی فنر کم شده و همینقدر از فشار سیستممون کم شده که تقسیم بر 3 صدمش بکنم. حالا می نویسم روابطش را. پس فشار و حجم هر دوتا بر حسب L بیان میشند. اگه معادل حالت رو بنویسم اون وقت P ضرب در V مساویست با MRT، R که ثابته، T هم ثابته که خود صورت مسئله گفته او دمامون ثابت میمونه، پس همون 20 درجه سانتیگراده. اگر جرم را داشته باشم، جرم ظرف آ رو در حالت دوم داشته باشم، اون وقت یه دونه L مجهوله که به دست میاد، بعدم P و V رو از روش به دست میاریم. قبوله؟ خب حالا جرم ظرف آ در حالت دوم برابر میشه با جرم ظرف آ در حالت اول منهای مقدارش که رفته بود تو ظرف B. اینم به همین راحتی. قبول؟ خب پس بنویسمش. ام آ یک مساویست با پی آ یک وی آ یک تقسیم بر آر تی آ یک. پی آ یکمون بودش 3.5 مگاپاسکال، ضرب در وی مون که بودش 15 صدم متر مکعب تقسیم بر 287.4 صدم، ضرب در تی مون که بودش 293. این برابر با 6 ممیز 24 صدم کیلوگرم میشه. حالا ام آ دو میشه ام آ یک منهای
ام بی دو یعنی 6.24 منهای 3.82 برابر با 2.42 کیلوگرم میشه. حالا گفتیم پی آ دو ضرب در وی آ دو مساویس با ام آ دو آر تی آ دو. حالا یکی بیانش کنیم. فشارمون در حالت اول یعنی پی آ یک هستش 3.5 مگاپاسکال که برابر با اف فنر هست تقسیم بر آی پیستون. از اینجا نیروی فنر برابر میشه با 3.5 ضرب در 10^6 پاسکال ضرب در 300 متر مربع، این میشه 105,000 نیوتن. حالا اف آ دو در حالت دوم یا اف فنرمون در حالت دوم به هر صورت میشه 105,000 منهای 40 کیلو نیوتن یعنی 40,000 ال. درسته؟ فنرمون به اندازه ال باز شد، ثابت فنر هستش 40 کیلو نیوتن یعنی 40,000 نیوتن به ازای هر متر. منم فرض کردم ال متر باز شده باشه، پس نیرومون به اندازه 40,000 ال کاهش پیدا کرده. از اینجا پی آ دو برابر میشه با اف آ دو تقسیم بر آی پی، یعنی برابر میشه با، خب تقسیمش که کنم دو مرتبه میشه 3.5 ضرب در 10^6 منهای 1.333 ضرب در 10^6 ال. این شد فشارمون بر حسب ال. حجممون همطور که گفتم اگر ارتفاع حالت اول فنر رو پیستون رو بذارم میشه 0.15 تقسیم بر 300 یعنی 5 متر. این ارتفاع اول فنرمونه. ارتفاع دومه ببخشید پیستونه میگم فنر ارتفاع پیستون نسبت به کفه. ارتفاع حالت دوم H2 اسمشه بذارم میشه 5 منهای L و در نتیجه VA2 برابر میشه سطح مقطع پیستون که هستش 300 متر مربع ضرب در 5 منهای L. اینم میشه واحدش هم میشه متر مکعب حجم حالت دوم. خب اینجا پی آ دو رو بر حسب ال دارم، وی آ دو رو بر حسب ال دارم، جرم رو به دست آوردم 2.42 آر 287.4 به جا خودش هست. تی آ دو چقدره؟ 293 چون گفته بود دما ثابته. خب همه رو دارم، اگر بیام جایگزین کنم خب پی آ دو شدش 3.5 ضرب در 10^6 منهای 1.333 ضرب در 10^6 ضرب در ال ضرب در حجممون یعنی 300 ضرب در 5 منهای ال مساویس با ام آ دو این زیر ادامه میدم 2.42 ضرب در 287.4 و ضرب در 293. خب دوستان ضرب و تقسیم رو به طور مناسب انجام بدند
یه معادل درجه دو به دست میاد، 1.333L2 منهای 10.199.65L به علاوه 10.71.752 مساوی است با صفر. اینجا L دو تا جواب داره، یکی 6.362 متر، یکی هم 1.263 متر. خب طبیعتاً اولی قبول نیست چون کلاً 5 متر بوده. پس Lمون 1.263 به دست میاد. خب حالا L به دست آوردم، P رو به سر حسب L دارم، فشار به دست میاد، V رو بر حسب L دارم، حجم به دست میاد که دو تا سوال مورد دوممون بودش. خب در این صورت پی آ دو برابر با 1.816 ضرب در 10^6 پاسکال میشه و وی آ دو میشه 0.112 متر مکعب. برای محاسبه حرارت که سوال سوممون هست، من همه ی هوا رو گرفتم یه سیستم که حالت اول فقط تو ظرف آ هست، حالت دوم بخشش تو ظرف آست، بخشش تو ظرف بی، و روی سیستممون هم کار فنر انجام شده. از اینجا میتونم حرارت حساب کنم، حرارتی که به سیستم داده شده باشه. فشار نهایشون چیه؟ خب نه دیگه نشد که، اونجا خودش گفته 1.5 مکاس پاسکال، 1.8 گفته بود، وقتی 1.5 رسید چی رو میبندم؟ بله همه هوا رو من میتونم یه سیستم بگیرم، در حالت اول فقط خواستش اینجوریه، در حالت دوم بخشش این خاصیت رو دارد، بخشش اون خاصیت. چه اشکالی داره؟ یادم نیست چه جوری بوده. نه به هر صورت این کل این داستانه که من میتونم همیشه سیستم بگیرم، ولی اون داشته که بخشش تخلیه میشده میرفته، شاید همون سواله بود که گفتیم یه نیروگاه چیزه، خب اونجا تخلیه میشه میره، مگر اینکه ما داشته باشیم چه شرایطی پیدا میکنه. خب فشار نهایشه داشتیم، ولی دیگه بعد میرفت تو اتمسفر تخلیه میشد میرفت. گفتیم فقط به صورت بخار اشباع 100 کیلوپاسکالی تخلیه میشه میره دیگه، بعد دیگه نگفتیم اونجا چقدر تبادل گرما و اینا با محیط میکنه که دیگه اونجا چیزی رو کار نبردیم اونجا قضیهش متفاوت میشه فکر کنم. خب حالا پس من کل هوا رو میگیرم یه سیستم کیو یک دو مساویس با ای دو منهای ای یک به علاوه دبلیو یک دو کل هواست. این کار که کل من یه بار چند به صلاح یه سیستم گرفته باشم که توی مسئله دیگه من انجام دادیم، یه مسئله دیگه بود، دوتا مخزن، دوتا بخار بوده، یکی اشباه بود، یک فوق داغ، بعد نهایتا گفت وقتی باز میکنیم همش یه سیستمه،
حالا اول دو تا بخش دو تا قسمت به اصطلاح خواص داره، در حالت دوم یه نواخت میشه. خب ای دو منهای ای یک سیستممون که برابر میشه با یو دو منهای یو یک، بزرگ بنویسیم، به علاوه ام در وی دو به توان دو دوم منهای وی یک به توان دو دوم، و به علاوه ژ در زد دو منهای زد یک. خب تغییر انرژی سینتیک که نداریم، از تغییر انرژی پتانسیل هم صرف نظر میکنیم برای کل سیستممون. در اصل کیو یک دو، خب حالا بذارید دبلیو یک دو هم حسابش کنیم. دبلیو یک دو در اصل کار فنره که داره رو سیستممون انجام میشه، که انتگرال اف دی ایکس میشه و میشه انتگرال از صفر تا یک ممیز 263 هزارم. اف فنرم که به دست آوردیم 105 هزار منهای 40 هزار ال دی ال، درسته؟ خب این انتگرال هم که کاری نداره حساب کردنش، میشه 100 ممیز 711 هزارم کیلو جول. حالا میگم کیو یک دو برابر میشه با یو دو منهای یو یک. یو دو شامل دو قسمته، پس میشه یو بی دو به علاوه یو آ دو. این میشه انرژی داخلی که تو مخزن بی هست و تو مخزن آ در حالت دوم. این میشه یو دو. منهای یو یک که فقط تو مخزن آ بوده، یعنی یو آ یک، و به علاوه دبلیو یک دو. خب یو هم که سی وی صفر تی قرارش میدم، در جرمش هم که در هر دو حالت دارم، هم به تفکیکش در ظرف بی و آ در حالت دوم، هم تو ظرف آ تو حالت اول. یعنی میخواد اینجا بنویسم که یو رو مینویسم ام سی وی صفر تی برای هر کدومش. حالا اینجا ادامه میدم، کیو یک دو مساویس با تو ظرف بی یو بی دو در اصورت می نوشتم دیگه، در حالت دومه دیگه، درسته؟ خب در حالت دوم ظرف بی 3.82 صدم کیلوگرم هوا داشت، ضرب در سی وی صفرش که هست 0.7165 کیلو جول. می خواهد جبه نویسم سی وی صفر مساوی با 0.7165 کیلو جول بر کیلوگرم درجه کلوین. ضرب در دماش که شدش 410 ممیز 2 دهم کلوین. این یو بی دو. یو آ دو جرمش شد 2.42 صدم کیلوگرم، ضرب در 0.7165 ضرب در دماش که چند شد؟ 293 کلوین. منهای یو آ یک که جرممون بود 6.24 صدم کیلوگرم، ضرب در 0.7165 و ضرب در دماش که 293 کلوین بود. خب این شد یو دو منهای یو یک به علاوه دبلیو یک دو که چقدره؟ چقدر؟
منفی 100 کیلو جول، بله. منهای 100 ممیز. بذار حسابش کردم. منهای 100 ممیز 711000 کیلو جول. اینجاست، بله. و Q12 در کل برابر با 220 ممیز 67 صدم کیلو جول میشه. خب دوستان، فصل پنجم به حساب من، ششم به حساب کتاب، در اینجا تموم شد. امتحان میان ترممونم تا همینجا شد در تاریخ دوم آذر. خیلی خوب. خب تا الان چیکار کردیم؟ ما کارمون رو باید ادامه بدیم بالاخره. حالا تا امتحان که خیلی مونده دیگه، دو سه هفته دیگه موند. تا الان اومدیم با هم علم ترمودینامیکا تو فصل اول تعریف کردیم. تو فصل دوم تعاریف و مفاهیم پایه رو با هم مرور کردیم. تو فصل سوم خواص ماده خالص گفتیم. تو فصل چهارم کار و حرارت رو با هم تعریف کردیم و کامل شناختیم. و تو فصل پنجم دیگه ابزار لازم رو برای بیان قانون اول ترمودینامیک داشتیم که در ابتدا برای یک سیستم گفتیم که یک سیکل رو طی میکنه، گفتیم انتگرال سیکلی کار و حرارت با هم مساویه. بعدم اومدیم برای یه سیستم که یک تحول رو طی میکنه و نهایتاً یک حجم کنترل قانون اول ترمودینامیک رو بیان کردیم که حالا از فصل پنجم و ششم کتاب میشد یا پنجم به حساب ما که فرق نمیکنه. منتها اگر من برگردم رو بیان قانون اول ترمودینامیک که گفتش که برای یه سیستم که یه سیکل رو طی میکنه انتگرال سیکلی کار و حرارت با هم مساویه، اما این قانون هیچ قضاوتی رو جهت کار و حرارت نداره. من یه مثال ساده تر بزنم. فرض کنید که یه لیوان چای رو از قوری یا کتری بریزیم و فرض کنیم حالا مثلا دماش تازه ریختیم هست 90 درجه سانتیگراد، بیاریم بذاریم روی میز و مثلا یه زمانی صبر کنیم دماش میرسه به مثلا 50 درجه سانتیگراد. اگه از ما بپرسند که چه مقدار حرارت به محیط پس داده تا شده 50 درجه سانتیگراد، خب دیگه حالا کاملا بلدیم دیگه، چون که دمامون هست 90 درجه سانتیگراد در فشار اتمسفر، پس در اصل مایع متراکمه. حالا به صورت یه سیستم نگاش میکنیم، میگیم Q12 مساوی با U2 منهای U1 به علاوه W12، چون که تغییرات انرژی سینتیک و پتانسیل هم نداره. Uش رو میرم تو جدول میبینم، حالا به قراری که با هم گذاشتیم هر دو حالتشو که گفتیم چون که فشارمون به اصطلاح خیلی بالا نیست، در اصل همون خاصیت در حالت اشباع در همون دما میریم میبینیم که حالا یادتون هست حتما، و میریم از هم کم میکنیم و نهایتا میگیم این مقدار حرارت دست داد. حالا بعد اگر بیایم فرض کنیم که این لیوان چای که الان 50 درجه سانتیگراده و تو این اتاقی هست که حالا مثلا 25 درجه سانتیگراده، حرارت بگیره بشه 70 درجه سانتیگراد،
و اون وقت سوال کنیم که چه مقدار حرارت گرفته تا شده 70 درجه سانتیگراد. خب در اینجا اگر فقط تکیه گاهمون قانون اول باشه، خب قانون اول چشاش بس است، میگه دو مرتبه میرم میگه نفسم کیو یک دو مساویس با یو دو منهای یو یک، این بار یو دومون در 70 درجه سانتیگراده، یو یکمون در 50 درجه سانتیگراد، از هم کم میکنه میگه اینقدر حرارت از این محیط گرفته. اما خب همه ما میدونیم که همچی چیزی امکان ناپذیره که یه لیوان چایی که 50 درجه سانتیگراده از محیطی که 25 درجه سانتیگراده همی جوری حرارت بگیره بشه 70 درجه سانتیگراد. پس در اصل تحول‌ها فقط با تکیه با قانون اول نمیتونن در نظر گرفته بشن، و به عبارت دیگه قانون دوم ترمودینامیک نیاز هست که بیاد قضاوت کنه بر این که چه تحولی میتونه اتفاق بیفته چه تحولی نمیتونه اتفاق بیفته. و در اصل تحولی در طبیعت میتونه اتفاق بیفته که هم قانون اول و هم قانون دوم هر دوتا قانون ارضا بشه، وگرنه با یکی تنهایی طبیعتاً ما نمیتونیم حالا کار و حرارت یا این چیزی که میخواستیم رو حساب کنیم. درست شد؟ این پس در اصل ما برای اینکه قضاوت یا اینکه به اصطلاح تحولی رو بتونیم در طبیعت در نظر بگیریم که اتفاق میفته، شرطش این هست که علاوه بر قانون اول ترمودینامیک قانون دوم ترمودینامیک هم ارضا بشه، که عنوان این فصل حالا به حساب من ششم یا به حساب کتاب هفتم درس ما میشه. ما تو این فصل دو مرتبه میایم قانون به اصطلاح قانون دوم ترمودینامیک رو برای یه سیستم که یه سیکل رو طی میکنه میبینیم، البته در کنارش یه سری مفاهیم دیگری مثل به اصطلاح تحول بازگشت پذیر، سیکل کار نو، نمیدونم اشل دما، نمیدونم اینها هم برامون تعریف میشه تو این فصل. و در فصل بعدی هستش که قانون دوم ترمودینامیک رو برای یک سیستم که یک تحول رو طی میکنه و همینطور حجم کنترل ها مورد بررسی قرارش میدیم. منتها من برای اینکه بتونم قانون دوم ترمودینامیک رو بیان کنم نیاز به دو تا تعریف دارم اینجا، که یکی اسمش هست موتور حرارتی، یکی هم اسمش هست پمپ حرارتی. این دو تا رو اول من باید برای شما بیان بکنم و تعریف بکنم که چی هست، اون وقت بعد بتونم قانون دوم ترمودینامیک رو بیانش بکنم. خب اول میریم سراغ موتور حرارتی. خاطرتون هست که وقتی که من خواستم قانون اول ترمودینامیک رو بیان کنم، اومدم یه مثالی زدم، گفتم فرض میکنم یه ظرف داشته باشم که توش دیواره ظرف رو سوراخ کرده باشم و یه محور ازش گذرونده باشم. یه ظرف اینجوری داشتیم، گفتیم یه محور از دیوارش عبور دادیم، این طرف رو یه فن گذاشتیم و این طرف هم یه دونه سیلندر، بعد به دورش یه کابل پیچیدیم و یه وزن اینجا آویزون کردیم. و بعد برای اینکه قانون اول بیان کنیم گفتیم اجازه میدیم وزنه بیاد پایین. در اصل گفتیم یه سیکل گاز داخل اینجا را یه سیستم فرض می‌کردم و بعد گفتم یه سیکل رو براش به وجود میارم شامل دو تا تحول. تحول اول اجازه میدم وزنه بیاد پایین، یعنی روی سیستم کار انجام بشه. تحول دوم گفتم فرض می‌کنم حرارت به محیط پس بده تا برگرده به همون دما و حالت اول که یه سیکل کامل شده باشه. خاطرتون هست؟
حالا دوستان اگر توجه کنند این سیستم و این دستگاهی که من علم کردم اینجا در کار و حرارت منفی میتونه کار کنه، یعنی کار رو سیستم انجام میدم پس منفیه، سیستم به محیط حرارت پس میده اونم منفیه، و در جهت مثبت نمیتونه کار بکنه. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم بهش حرارت بدم و اون وزنه رو برام بکشه بالا. اگه بهش حرارت بدم دمای گاز میره بالا اما وزنه رو نمیکشه بالا. پس این سیستم و این دستگاهی که من علم کردم در جهت کار و حرارت مثبت نمیتونه کار کنه. قبوله؟ همه مشکلی که باش نداریم که جانه چی بگم؟ دور ببینید این دستگاهی که ما باش قانون اول بیان کردیم گفتیم فقط در کار و حرارت منفی میتونه کار کنه. من وزنه رو اجازه میدم بیاد پایین، پس روی سیستم اون که گاز هست داره کار انجام میشه، بعد حرارت سیستممون حرارت به محیط پس میده تا برگرده به همون حالت اول، پس حرارت هم داره دست میده منفیه. گفتم این دستگاهی که من علم کردم در جهت کار و حرارت مثبت نمیتونه کار کنه، یعنی من نمیتونم بیام به سیستم حرارت بدم که مثبت باشه و سیستمم برای من کار انجام بده یعنی وزنه رو بکشه بالا. همچی اتفاقی نمیفته. به عبارت دیگه وقتی من حرارت به گاز بدم دماش میره بالا، انرژی داخلیش میره بالا، ولی کار انجام نمیده. پس این دستگاه در کار و حرارت مثبت نمیتونه کار بکنه. حالا من یک موتور حرارتی میخوام مثال بزنم که در کار و حرارت مثبت کار بکنه. برای این کار میام یه سیلندر و پیستون در نظر میگیرم. فرض کنید این سیلندرمون، اینم پیستونمون اینجا که دو تا زائده اینجا هست که این پیستون میاد روش میشینه، اینجا هم گاز ریختن به عنوان سیستم. پیستونمون یک دسته داره اینجا، یه کفه هم در مقابلشه، یه پله هم اینجا در نظر میگیرم. و فرض میکنم روی پله یه وزن داشته باشم. خب حالا میام این وزن رو هولش میدم میاد روی این کفه. و بعد میام به سیستممون که گاز هست حرارت میدم. چجوری حرارت میدم؟ میام یک منبع حرارتی گرم بهش ارتباط میدم. قبل از اینکه بحثم رو ادامه بدم بد نیست منبع حرارتی رو تعریفش کنم. منبع حرارتی محیطی است که باش تبادل گرما میتونیم بکنیم، تبادل گرما میکنیم، ولی دماش تغییر نمیکنه. محیطی است که تبادل گرما باش میکنیم ولی دماش تغییر نمیکنه. حالا مثالمون مثلا اتمسفر یه منبع حرارتی است، بالاخره حرارت باش تبادل میکنیم اما دمای اتمسفر ثابته. حالا یا مثلا اینجا که من دارم صحبت رو میکنم مثلا مشعل گازمونو میگیریم به سمت این سیلندر و حرارت بهش میدیم. خب حرارت داریم میدیم به گاز ولی دمای مشعلمون ثابت. پس من حرارت بهش میدم به چه مقداری؟ به مقدار Q با اندیس H.
حالا بهش میگم چرا به اصطلاح بهش میگم QH یا نه، چون که این منبع حرارتیمون رو گرم هست، دماش بالا هست، در اصل تبادل گرما با منبع حرارتی گرم رو با QH نشون میدم که H به عنوان های تمپرچر مثلا دما بالا یا گرم، حالا هر کدوم دلتون خواست شو بذاریم، اینم به عنوان های تمپرچر. پس به مقدار QH حرارت بهش میدم، خب چه اتفاقی میفته؟ حجم گازمون زیاد میشه، پیستون میره بالا و مثلا میرسه در حالت دومش میاد اینجا، در نتیجه دسته پیستونمون اومده تا این بالا، کفه پیستون اینجاست، وزنم اینجاست، فرض میکنیم یه پلم اینجا دارم و این وزنه رو هولش میدم میاد اینجا. خب تا اینجا سیستممون برامون کار انجام داد دیگه، وزنه رو برد بالا پس کار انجام داد. خب حالا من میخوام سیستم برگرده به حالت اول، یعنی پیستون برگرده پایین، باید چی کارش کنم؟ بگید دیگه، خواب که نیستید ایشالله، باید خونکش کنم دیگه، باید حرارت ازش بگیرم تا پیستون آروم آروم برگرده پایین، برگرده سر جا اولش. چجوری حرارت رو بگیرم؟ وصلش میکنم به یه منبع حرارتی سرد. پس این بار اینا پاکش میکنم، و یک منبع حرارتی سرد یا دما پایین وصل میکنم بهش، حرارت رو ازش میگیرم به چه مقداری؟ QL دیگه، اسمش میذارم QL به معنای low temperature، درست شد؟ که میشه تبادل گرما با منبع حرارتی دما پایین یا سرد. پس به مقدار QL حرارت ازش میگیرم تا پیستون برگرده سر جا خودش و سیستم برگرده به حالت اول. خب طبق قانون اول انتگرال سیکلی کار و حرارت باید با هم مساوی باشه. خب کارمون که مثبت بود، درسته؟ پس انتگرال حرارتمونم که نهایتاً میشه QH منهای QL، اینم باید مثبت باشه. قبول؟ مشکلی که نداری. پس حالا با این تعریف، با این توصیفات، من منبع حرارتی رو موتور حرارتی رو تعریف میکنم به این شکل که دستگاهی است که در یک سیکل ترمودینامیکی کار میکنه و مقدار مثبت کاری رو در مقابل دریافت مقداری حرارت از منبع گرم و پس دادن مقداری حرارت به منبع سرد برامون انجام میده. دوباره میگم، موتور حرارتی دستگاهی است که در یک سیکل ترمودینامیکی کار میکنه و مقدار مثبت کار رو در قبال دریافت مقداری حرارت از منبع گرم و پس دادن مقداری حرارت به منبع سرد انجام میده.
دوستان خوب گرفتن چی شد؟ گرفتید دیگه؟ پس من یه بار دیگه تکرار میکنم که خوب بشینه. میگیم موتور حرارتی دستگاهی است که در یک سیکل ترمودینامیکی کار میکنه و مقدار مثبت کاری رو در قبال دریافت مقداری حرارت از منبع گرم و پس دادن مقداری حرارت به منبع سرد انجام میده. حالا همه فهمیدن؟ من یه مثال زدم، شما یه مثال بزنید. چی؟ آره، یه موتور حرارتی هم شما مثال بزنید. چی؟ بله، موتور خودرو هم هست. ولی من انتظار داشتم یه مثال دیگه شما بزنید. چی؟ همون سیکل نیروگاه بخار زنده باد بابا. همون سیکل نیروگاه بخاری که با هم میشناسیمش و از روز اول باش آشنا شدیم، البته موتور اتومبیل هم هست، اونم مشکلی نداره، ولی همون سیکل نیروگاه بخاری رو که از روز اول به عنوان مثال گفتیم، این هم یه موتور حرارتی است. یه بار دیگه بگیم توش چه اتفاقی میافته. گفتیم آب به صورت مایع میاد وارد بویلر میشه، بهش حرارت میدیم. حرارت از کجا میدیم؟ از منبع گرم. پس یه منبع گرم اینجا من میکشم، به چه مقدار؟ بگی دیگه. کیوهچ تا برامون بخار فوق داغ درست کنه. بخار فوق داغ میاد توی توربین، برامون کار انجام میده، بعد از توربین میاد بیرون، میاد توی کندانسور، چیکارش میکنی؟ حرارت ازش میگیریم، خنکش میکنیم. با چی؟ با منبع سرد. یادتون هست که کنداسور گفتم یه سری لوله است، بخار توش رد میشه، در اطرافش آب مایع خنک میاد تو، بعد گرم شده میره بیرون. خب همون دیگه، من به سرد است دیگه. به چه مقداری؟ QL. بعد از اینجا آوردیمش توی پمپ، باید کار بهش میدادم. حالا من میام محور توربینو از اینجا وصل میکنم به محور پمپ که حرارتی که این پمپ لازم داره از توربین بگیره. چی گفتم؟ کاری که لازم، گفتم حرارت داره، کاری رو که پمپ لازم داره از توربین بگیره، بعد مایه اونو پمپ کنه بریزه توی بویلر. پس این هم یه موتور حرارتی است که مقدار خالص کار مثبتی رو برامون انجام میده. خب مقدار کاری که پمپ لازم داره بهش میده، از اون طرف بالاخره یه مقدار کار خالصی بر ما انجام میده. پس میشه مقدار خالص کار مثبتی رو برامون انجام میده در قبال دریافت مقداری حرارت از منبع گرم و پس دادن مقداری حرارت به منبع سرد. دریافت مقداری حرارت از منبع گرم و پس دادن مقداری حرارت به منبع سرد. این هم مثبت دیگه در کل؟ در کل مثبت دیگه، بله. این
حالا که به اینجا رسیدیم یه راندمان حرارتی هم با هم تعریف کنیم. اتای ترمال اصطلاحاً بهش میگن، مساویس با. خب راندمان معمولاً چی هستش؟ یا به عبارت دیگه انرژی که میگیریم در قبال انرژی که داریم هزینه میکنیم، حالا البته به صورت کار حرارت دیگه. خب انرژی که دارم میگیرم چیه؟ انرژی که ما داریم میگیریم، ما محیطیم، کار دیگه، کار داریم میگیریم دیگه نهایتا. به انرژی که داریم میدیم چیه؟ نشد. QH دیگه هزینه که ما داریم میکنیم، درسته؟ معمولا چیزی که دریافت میکنیم به خرجی که میکنیم. اگر بخوام بگم QH منهای QL که راندمان میشه 100%، که طبق قانون اول میگه اینا با هم برابرند، درسته؟ چی رو؟ نه گفتیم هزینه که ما داریم میکنیم. ما که داریم هزینه میکنیم چیکار داریم میکنیم؟ داریم حرارت گاز میسوزونیم، حرارت میدیم تو منبع گرم دیگه. صورت خب کارو دارم میگیرم دیگه نهایتا. از این دستگاهی که من علم کردم چیش به دردم میخوره؟ کارش دیگه، درسته؟ کارش به دردم میخوره، میشه نتیجه که دارم میگیرم به هزینه که میکنم که میشه QH. قبول؟ البته دوستان حالا ممکنه ذهنشون به این سمت داره که حالا QL پس چی کارش میکنیم؟ این QL از دید این سیکل ما از دست رفته است. QL چیزی نیست که به دردمون بخوره، اجباراً داریم از دستش میدیم. البته ممکنه حالا آب گرم شه بعد بریم شوفاژ خونمون رو باش گرم کنیم، که از این کارا تو منطقه نیروگاه انجام میدن برای اینکه حالا بر هزینه ها بیاد پایین. ولی به هر صورت از دیدگاه این سیکل QL یه هزینه است، رفته. و چیزی که برای ما میمونه این W، هزینه که داریم میکنیم QH. البته طبق قانون اول W هستش QH منهای QL تقسیم بر QH. قبوله؟ چه قانون اول میگه انتگرال سیکلی کار و حرارت با هم مساویه دیگه. پس W میشه QH منهای QL و به هم که تقسیمش کنم میشه یک منهای QL روی QH. خب دادم بهش دیگه، خالصش گفتم میشه W. آره دیگه گفتم دیگه. حالا من اون کاری که پمپ لازم داشت توی توربین ازش گرفتم و یه مقدار خالص کار بهم داد که ازش گذاشتم W. خب یه مبحث دیگه ای که در طبیعت اتفاق میفته انتقال حرارت از منبع، از به اصطلاح یه سیستم با دمای بالا هست به محیط یا یه سیستم با دمای پایین، که اینم به صورت برعکس به صورت طبیعی نمیتونه انجام بگیره. قبوله؟ من اگه یه سیستم با دمای بالا داشته باشم و یه سیستم با دمای پایین، این دوتا رو به هم ربط بدم، دما از محیط با سیستم بالاتر، گرما از محیط با سیستم بالاتر منتقل میشه به سیستم با دمای پایین تر، درسته؟ ولی به صورت برعکس نمیتونه انجام بشه. اگه بخوایم برعکس کنیم، یعنی حرارت از محیط سرد به محیط گرم ببریم، بعد از چی استفاده کنیم؟ از سیکل یخچال که کار نیاز داره، درسته؟ سیکل یخچال که اصطلاحاً پمپ حرارتی هم بهش میگن، در از حرارت رو پمپ کنه از دمای پایین‌تر میبره بالاتر، حالا اصطلاحاً پمپ حرارتی هم بهش میگن. خب سیکل یخچال هم حالا تو این فرصتی که داریم براتون بگیم،
بعد قانون دوم جلسه آینده بگیم. در سیکل یخچال ما یه اواپوریتور یا تبخیر کننده داشتیم که مخلوط مایع و بخار واردش میشد و حرارت میگرفت، از محیطمون حرارت میگرفت. خب از کجا حرارت میگرفت؟ از محیط بیرون که نمیگرفت، که باید داخلی یخچال میگرفت، درسته؟ از داخلی یخچال میگرفت که منبع حرارتی سرده، درسته؟ بیرون منبع حرارتی گرممون میشه، داخله میشه منبع حرارتی سرد. پس از منبع حرارتی سرد حرارت میگیره. به چه مقداری؟ QL که گفتیم تبادل گرما با منبع سرد و با L نشون میدیم، با منبع گرما H. البته اینجا Hمون مثبت بود، Lمون منفی بود، حالا اینجا Lمون مثبت میشه، حرارت داریم میدیم به سیستم. پس به مقدار QL از محیط سرد میگیره، از منبع حرارتی سرد، بخار با کیفیت بالاتر به هر صورت میاد توی کمپرسور و روش کار انجام میدیم تا دما و فشارش بیاد بالا و بیاد توی کندانسور. توی کندانسور حرارت از دست میداد. به کجا دست میداد؟ منبع حرارتی گرم. به چه مقداری؟ QH. و بعدش میمد در داخل شیر انبساط به صورت مخلوط مایع و بخار در میومد و همین سیکل طی میشد. پس پمپ حرارتی یا موتورسیکل یخچال دستگاهی است که به ازای دریافت مقداری کار، حرارت رو از منبع سرد منتقل میکنه به منبع گرم. برعکس طبیعته. قبول؟ پس سیکل یخچال دستگاهی است که در یک سیکل ترمودینامیکی کار میکنه و به ازای دریافت مقداری کار، حرارت رو از منبع سرد به منبع گرمتر منتقل میکنه. خب خوشت یخچال دیگه، نه قبلا گفتیم که در اصل منبع حرارتی گرم محیط اتمسفره، کندانسور در اصل پشت یخچاله، درسته؟ خب حالا اینجا هم یه قیافه راندمانی میتونیم تعریف کنیم، منتها اینجا در اصل انرژی ما نمیگیریم و انرژی بدیم، درسته؟ اینجا هزینه‌مون کاره، قبوله، ولی انرژی ما نمیگیریم. در اصل باعث میشیم که انرژی از محیط سردتر بره به محیط گرمتر. به همین دلیل این چیزی که طعم راندمان براش میده به بتانشون میدن، بهش میگن ضریب عمل کرد. اینجا بنویسم بتا، ضریب عمل کرده یخچال میدن. ولی به هر صورت تعریفش باز هدفی است که داریم به هزینه ای که میکنیم. قبول؟ هدفی که داریم چیه؟ QL دیگه، هدفمونه که حرارت از اینجا باید داریم ببریمش بیرون. پس میشه QL به هزینه ای که میکنیم چیه؟ W. خب باز طبق قانون اول W هست QH منهای QL
که البته دوستان توجه دارن اینجا دارم قدر مطلقی صحبت میکنن. پس میشه QL تقسیم بر QH منهای QL. حواسمون هست که اینجا دارم قدر مثبت‌ها رو میگیرم، به اصطلاح قدر مطلقا رو میگیرم، درست؟ خب که تقسیم کنیم میشه یک تقسیم بر QH روی QL منهای یک. حالا مثالم براتون حل میکنیم. راندمان همیشه کمتر از یکه، عدد پایینی هم هست معمولا میبینیمش، ولی ضریب عمل کرد معمولا بالاتر از یکه، ولی لزوم الله میتونه پایین تر از یک باشه، فرقی نمیکنه، ولی به هر صورت بالاتر از یک هم میتونه باشه، و البته معمولا باز همطور گفتم بالاتر از یکی، همطور که تو مثال همون خواهیم دید. درست شد؟ خب حالا انشالله این دوتا دستگاه که شناختیم، جلسه آینده قانون دوم ترمودینامیک رو بنابر این دوتا تعریف بیانش میکنیم. خسته نباشید دوستان.